این در محلی که ملاحظه می فرمایید حسینیه، حسینی ایرانیان مخیم شهر برهانپور هست و شهر تاریخی و تحت ملاحظه حضرت علی خزلباش هایی که همراه خود جنرال امپراتور همایون به هند اعزام شده بودند که تعدادشون 12,000 نفر به یاد 12 امام 12 بود، وقتی که وارد هند شدند و هند را مجددن برای امپراتوری همایون فتح نمودند به عمق استراتژی که راهبردی نظامی برای حکومت صفوی ایران حفظ کردند و برای نگهبانی و حراست از 3 حکومت های تحت حمایت صفوی قطب شاهیان در هیدرآباد، هیدرآباد گلکوندا و عادل شاهیان در بیجاپور و نظام شاهیان در احمدنگر را اونجا مستقر شدن و کلن توانستن 3 حکومت های شیعه اثناعشری وابسته به حکومت صفوی شیعه در ایران تونستن حکومت قدرتمند شیعه و فرهنگ و تمدن تشیع را در سراسر هند در اون دوران احیا نمودن و 12,000 از خزلباشان ایرانی که از عمدتاً که از آذربایجانی بودند و از آذربایجان وارد هند شده بودند تشیع را در سراسر هندوستان ترویج نمودند و امروز ما تشیعی که در هندوستان ما شاهد آن هستیم این مرهون منت و مرهون منت خدمات و جانفشانی ها و قربانی های 12,000 خزلباش که در تاریخ هندوستان آنها را غازیان عظام می نامند تا توانستن تشیع را در هند تثبیت بکنند و هم تشیع که ما شاهد هستیم که نزدیک 30 میلیون الی 40 میلیون شیعه که عمدتاً سادات هستند و عمدتاً همه از ایران وارد هندوستان شدند و تشیع را تا امروز حفظ میکنند و عشق و ارادت ویژه به حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری دارن، همون به خاطر ریشه های تاریخی و ارتباط تاریخی با تشیع در ایران و تشیع در هند است که ما توانستیم این تشیع پابرجا هست. این حسینی است که تنها یک ایرانی به نام آقای عابد خزلباش که جدشون از جزو خزلباش های 12,000 نفره زمان همایون که همایون را همراهی کردن و در هند مستقر شدن که خانان بیرام خان که رهبر این جنبش خزلباشان در هندوستان بود و فرزندش عبدالرحیم خانخانان که در این شهر برهانپور برای مدت 20 سال فرمانده کل گورکانیان و در فرمانده بسیار حاکم منطقه دکن میان جنوب هند بود و این تأسیسات ویژه آثار تاریخی را که متعلق به شیعیان و ایرانیان بوده است را اینجا حفظ نموده است و اینجا شما ملاحظه میکنین که آقای عابد خزلباش که سنشون 81 سال هست لکن هنوز شما احساس که اگر شما را عکسشون را ببینین ایشون یک جوان تقریبا یک مرد 50 ساله دیده میشن و ایشون در مدت 20 سال قهرمان کشتی